تریسا می صدر اعظم بریتانیا در این هفته در رأس هیئت از وزرا و رهبران تجارت‌های بریتانیا با چین آمده است تا روابط تجارتی را پس از خروج از اتحادیه اروپا با چین برقرار کند. هر دو کشور قراردادهایی را به ارزش بیشتر از 12 میلیارد دلار به امضا رساندند. سفیر بریتانیا در بیجینگ از همکاری بریتانیا برای شمولیت در ابتکار یک کمربند یک جاده یادآوری نمود. نخست این که ما در پروژه های عملی اشتراک خواهیم ورزید. دوم این که ما می خواهیم تجارب مالی خیش را از لندن بیاوریم و با چین در این راستا همکاری خواهیم کرد. چون این پروژه ها خیلی عظیمند، خصوصا برای زیربناها. از این سبب به مکانیزم پیچیده تمویلی احتیاج است. برخی ها این ابتکار را خیلی پیچیده و مغلق می خوانند. چین در یوگندا یکی از پروژه های مربوطه را تکمیل نموده است. جاده 51 کیلومتری میان منطقه گلالود بین کمپالا پایتخت یوگندا و میدان هوایی ساخته می شود و مصرف 580 میلیون دلاری را در بر دارد. پول آن را چین به این کشور قرضه داده است. اما شاروال کمپالا می گوید این جاده خیلی پرهزینه است. حتی این چینایی هایی که اینجا می آیند، این بانک هایی که اینجا می آیند، بار آنها را بالاخره باید مردم یوگندا متحمل شوند. فرزندان ما، نواده های ما بهای آن را خواهند پرداخت. این وضع قابل تأسف است. چین تحت ابتکار یک کمربند یک جاده پروژه را در آسیا، افریقا و شرق میانه و حتی در اروپای شرقی براه انداخته است. بریتانیا باید در این رابطه با احتیاط قدم بگذارد. واشنگتن در انتقاد خود از این پروژه ها و سیاست خارجی چین خیلی ها پیش رفته است. رکس تلرسن وزیر امور خارجه ایالات متحده قبل از سفرش به امریکای لاتین روز پنجشنبه هشداری داده گفت چین طوری که در بازارهای در حال ظهور در تمام جهان یک چهره جذاب انکشاف را به همه نشان می دهد. اما در حقیقت اغلب مفادهای آنی و کوتاه مدت تجارتی را فدای اتکای دائمی می کند. بسیاری از اقتصادهای در حال ظهور از سرمایه گذاری های چین استقبال می کنند. به ویژه دخالت بریتانیا را در آن می ستایند. اما این نگرانی وجود دارد که با ازدیاد قروض مشکلات زیاده در راه باشد. لیلما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.